که زنده است و وقتی که نفت خام دار اینجا چهار فصل ولی تو دل مردمش فقط برف زمستون و سرمایه دار اینجا آینه ها تو رو به سونشون نمیدن ببین گربه منو به حسین و علی شدن نماد ایسا عدل علی جدیه و سربریدن با چوبه دار سباب یخنی مرد پرستی و ساختن امامزاده ها تقسیم و توربین به تاریخ هزار ساله ما می نویسم از غروبم از سقوط هفت هزار سال بیگانه در ایران است بیگانه در ایران با پیرو و زرتشتی از کوروش و آن پشتی برخیز به پای خود زین بیش زبونش کن بیگانه در ایران است بیگانه در ایران بیزارم از دین شما نفرین به آهین شما از دینه پیشانی ها دلهای سنگین شما امیران سپاه شام سرداران خون آشام شما را مردگانی زنده میبینم خدایان شما را بنده میبینم چه شهرگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم من زرتشتیم دینم آتیشه تا کی در انتظار قیامت تا کی در انتظار قیامت باید نشست برخیز برخیز تا هزار قیامت بپا کنیم برای اونهایی که داده‌های مذهبی همچنان دارند و به قیامت و روز قیامت و روز رستاخیز و آخر از زمان معتقد هستند و باور دارند امروز درسی میخواد سیاوش اوستا به پیشگاه شما پیشکش کنه خیلی مهمه ببینید آخر از زمان یعنی یا روز قیامت یه دنیای دیگه نیست یه جهان دیگه ای نیست که شما میمیری یا میسوزوننت یا تو خاک دفنت میکنن میشی خاکستر توی آتش سوزی و نسوزوننت هم توی قبر میپوسی و میری دیگه رستاخیزی نیست که زمان دیگری باشی تو بیای همچنان که بهشت و جهنم تو همین دوره و همین زمانه و همین زندگی و همین کره زمین هست و بازگشت روان اگر باشد در کالبدها پاداشت و پادفره میگیره آخر زمانم یعنی اینکه زمانی که تو داری درش زندگی میکنی در یک مقطعی به پایان میرسه یه زمان دیگه ای شروع میشه مثلا یادتونه میگفتن عصر حجر عصر فلان عصر فلان عصری که باز آتش را انسان اختراع میکنه هوش و هنگ پادشاه با هوش و هنگ هوشنگ ها معنی اسم میتونه بدونید یعنی پادشاه با هوش و با هنگ هم هوش داشته هم سپاه و هنگ داشته سرهنگ و سرگرد داشته آخر زمان یعنی یه زمانی تموم میشه یه زمان دیگه میاد زمان خرسواری قاطر سواری تموم میشه هواپیما سواری میاد قبلش مثلا ماشین سواری میاد ماشین سواری تموم میشه نه ادامه داره تکامل پیدا میکنه اما هواپیما سواری میاد هواپیما سواری ماهواره سواری میاد نسل دیجیتال یادتونه اوایلش اومده بود
یهو دو تا سه تا تلویزیون یک کشور داشت شد اوه 400 تا تلویزیون. من سوالا که میگفتن تعجب میکردم، سالهای 1980 میگفتن که یهو تلویزیون ها چندین صد تا میشه تو هر کشور. چجوری میشه؟ خب یهو شد عصر جدید، آخر زمان قدیم بود و زمانهای جدید شروع شد. حالا وقتی میگی که زمان آخر و زمان و شما زمان جدید شروع میشه، برای زندگی شماست عزیزان من، برای شماست که بایستی بدونید زمان جدیدی شروع شده، آخر زمان اومد، یعنی اون قرن 19 تموم شد، قرن 20 تموم شد، قرن 21 که شروع شد با تکنولوژی جدید و انتلیجنت آرتیفیشیل که میشه ذکاوت مصنوعی، هوش مصنوعی، هوش ساختگی، یعنی ساختش انسان این هوش رو، حالا شروع شد. حالا برای که شما عقب نمونید باید بیاین تو غلطک، توی غلطک قرار بگیرید، برید آسفالت کنید. سپاسگزار مردم سربلند آزاده ایرانی ما هستیم که این رو رعایت کرده. میگن مردم ایران آریایی در همین مسیر زمان جدید دارن عمل میکنن، در این شکی نیست. اما اگر شما ناهنجاری هایی میبینید، این ناهنجاری ها مال ما نیست، مال ایرانی ها نیست، مال ان ایران ضد ایرانی ها نیست که وارد میهن شدن. فارسی رو به زور پارسی رو حرف میزنن، پارسی رو میگن فارسی، پارس رو میگن فارس. ما هم حالیمون نیست، همجا از کنارش میگذیم بخیر بابا اینا که مسئله نیست، ولی یارو چون ان ایرانی ایرانی نیست وارد کردن و پدر مادر بود. حالا چجوری وارد کردن و بعدم یادتون نره استعمار هیچ وقت به فکر تو نیست. استعمار یعنی اگر عمر میده، عمران میده، آبادانی میده به یک جایی برای منافع خودشه. اگه میان لوله گاز میکشن و لوله نمیدونم چه میکشن و فلان اینا، برای نیست که تو پول در بیاری مملکت تو بره بالا، چون پولا رو از یه جور دیگه میگیرن، اسلحه بهت میفروشن، جنگ را میندازن، میان خونه هاتون رو داغون میکنن، فلان دوباره میان میسازن، هزار یک بازی دارن. اون اگه مثلا لوله های رو میکشن برای حمله آب، حمله گاز، بدبخته بیچاره میگه نگاه تو استعمار و تمدن، نگاه لوله کشی کردن از اینجا تو این لوله کشی، من دیگه گاز تو ببرن، نفت تو آسان تر راحت تر ببرن، آب و مملکت راحت ببرن. آب بردم توی 44 سال آبی نمونده تو مملکت، همه اطرافش هم سدلاشو بستن، سد بستن و آمدن آب رو جلوگیری کردن از همین کشورها. عقل باید داشت، شعور باید داشت، نداریم. این عقل و شعور رو کی میده؟ رهبران میدن و احزاب. ما در ایران نه رهبران درست حسابی داشتیم. بعد از اینکه دو تا شهریار پهلوی که اومدن و قبلش قاجار که حسن بیخیال، یه نادرشاه داشتیم مثلا، و قبلش شما ببینید یه یعقوب داشتیم، کوروشی اگر داشتیم، اینا بقیه همه مزدور و احمق و ضد منافع ملی میان. به همین خاطر بایستی بهوش باشید. ببینید من این توصیه رو دیگه از توصیه گذاشتین آدم باشه نیستم، ولی میخوام بگم یک توصیه باید بگم. آقا کسی که ادعای رهبری میکنه حتی در کالبد و در جایگاه اپوزیسیونی مملکت، بایستی عقل و شعور داشته باشه، آزادی ایران مد نظرش باشه، نه جیبش که دلار چقدر میاد، نه اینکه الان من رئیسم اینجا دیگه کجا بخوام رئیسی بهتر که من رئیسم اینجا، نه اینکه منافع خودش رو حفظ کنه و نه تنها حتی منافع تشکیلات، منافع شخصی خودش رو و مردم بدبخت و بیچاره حتی احزابشون. ما حزب درست حسابی هم نداریم، احزاب ما همه احزاب استثنا نداریم. اون قدیم بود یه پانیرانیستی داشتیم، یه حزبای مردم میهنی ایرانی داشتیم که اینا رو داغون کردن رفت. این احزاب و گروهک هایی که میدین همشون رو استعمار آفرید برای منافع خودش، و منافع خودش هم همیشه کاری کرده که ما با جون و دل پذیرفتیم، با جون و دل. چرا؟ چون مثلا وقتی حزب میسازه شعار میده آزادی مردم، دموکراسی برای مردم، برابری برای مردم، حقوق بشر، حقوق انسان برای مردم، چه مردمی؟ همینا شعاره. چون میدین با این شعارها ما زود خر میشیم و اسیر میشیم و روی سبتلام میکنیم. احزابی که به وجود آوردن برای نابودی ایران و گروه ها و گروهک ها همه
حالا میگن اصلاح طلب به اینا، اون موقع همه اینا میخواستن دموکراسی بیارن، تازه قبلش که دموکراسی بیارن نون، آقا نون ما میخواییم بیاریم، سربلندی میخواییم بیاریم، آقا گنبد طلا ما داریم، تو گندم ما رو میگیری میخوری، گندم ما میگی گندم مال ما، خود گندم مال تو. عجب حال میکردن مردم، گفتن دنیا این حالی میکردن مردم. از همون نقطه‌ای که تو احتیاج داری استفاده میکنه، استعمار تا وارد میشه و احزاب نفوذ میکنن. مثلا نقطه‌ای که این هفته های اخیر مطرح شده و بهش توجه داشتید، شما سپاسگزارتون هستم، خیلی هم مهم هست، که همین مسئله شما در نظر بگیرید وقتی میخوان ایران رو نابود بکنن، حالا بگذاریم از قدیم و برنامه اینا، این 100 سال اخیر اتحاد جماهیر شوروی که نصف ایران رو، تمام این ستان ها، ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان، ارمنستان، همه مال ما بود، از ما گرفتن، بحرین میگین دیروز گرفتن، تمام اون مناطقی که از گرجستان گرفتن اینا تا 100-150-200 مال ما بوده، پارسی حرف میزدن، ریشه آریای ایرانی دارن، همه رو از ما گرفت. بعدن همین گروهی که موند این اومدن با توطئه و نیرنگ دیگه بگیرن، جنگ ها رو انداختن توسط آخوند مخوند ها، همه اینا آخوند یا تونر، هیچ آخوندی تا لباس آخوندی، تا پول آخوندی میخوره، تا توی حوزه‌های علمی هست، تا ما منبر میره برای شما، آدم نمیشه، هر چی میخواد بگه، هر چی میخواد آدم نمیشه. آخوند، آخوند موقعیه که بیاد به مردم بپیوده، بره کار کنه، به زندگی کنه، لباس از تنش لباس عربی در بیاره، یعنی بعض وقتا از آخونده اصلا حرفای ما رو تایید میکنه میزنه. ولی بازم مثلا هفته پیش، من تو هفته پیش مدت هاست دارم بگم جریان صدام حسین که میخوام امروز دنبال کنیم، گفتم آقا صدام حسین زمان حکومت حسن البکر، حتی چون صدام حسین همه کاری بود، جنرال شده بود اونجا، همه کاری بود، دایش حسن البکر بود، رئیس جمهور بود، 4 روز بعد انقلاب سیاه در ایران اومد قدرت به دست گرفت صدام حسین، آقا هر کی وارد عراق میشد به اسم حتی زیارت زمان حکومت بعث، هر یه نفر 4 نفر محافظ داشت، علی رغمی که 4 نفر محافظ داشت، تا واردم میشد اگه میدونی آخوند مخوند، اگه یک مقال چقالی بود که کاری نبود که، اونم تازه اونا رو به گناه های استخدام میکردن، ولی اگه یک معلمی بود، یک آخوندی بود، یک فلان بود، فوری میبودنش هتل فلان، یک دسته اسکناس دلار هم بهش میدادن، گفتن قابل شما، این میامد ایران دیگه جاسوس بود. حالا جاسوسان که همه چیز نمیگی که آقا تو داری جاسوسی میکنی برای آمین، آقا شما آدم محترم هستین، آخوند هستین، چون بدون بچین آیت الله، آیت الله که شد بعد ازشون استفاده میکنی همه را، اونایی که 4 روز میرفتن سفر، حالا این من گفتم همینطور رد شد، همه اونایی که رفتن لگی ترجمه دارن، خیلی ممنونم، من اینجا ممنونم باید که خب آخونده یارو، آخوندم باید بیاد شهادت بده، یک آخوند آیت الله بزرگ دیگه، حالا اسمش نمیگم، بعد وقتی برم فردا میگرش، این همین پریروز رو تایید